مراسم قرعه‌کشی بزرگترین رویداد فوتبالی جهان امشب در ایالت بهای برزیل برگزار شد و 32 تیم حاضر در 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین، بوسنی هرزگوین و نیجریه در گروه 6 قرار گرفت. گفتگو می‌کنم با مجید جلالی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون که در حال حاضرم با تیم تراکتور سازی در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار داره. آقای جلالی سلام، شب شما بخیر. حریفای ایران رو در جام جهانی 2014 چطور ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همه بینندگان سلام عرض میکنم. به نظر من گروه متعادلیه. به هر حال وقتی ما جام جهانی بازی میکنیم باید احساس جام جهانی داشته باشیم. به نظر وقتی آرژانتین تو گروه ماست و ما این شانس رو داریم که با آرژانتین بازی کنیم که یکی از سه تیمی هست که از همین الان اونا رو شانس قهرمانی میدونن در جهان، این یه احساس خوبی به ما میده که ما داریم وارد جام جهانی میشیم. از طرفی با نیجریه بازی میکنیم که الان یکی از تیمای خوب آفریقاییه و همینطور با بوسنی که یکی از تیماییه که شاید زودتر از خیلی از تیم‌ها از اروپا تونست به جام جهانی برسه. بنابراین گروه ما گروه خوبیه و برای ما این ارتباطات یه شانس بزرگیه که بتونیم خودمون رو در کنار این تیم‌ها ببینیم و البته بتونیم شایستگی‌هامون هم اثبات بکنیم. آقای جلالی، پیشنهاد شما برای مراحل آماده سازی تیم ملی فوتبال و به خصوص انتخاب حریف‌های تدارکاتی چی هستش؟ به هر حال ما این سه تا تیمو که اگه بذاریم کنار هم اختلاف خیلی زیادی تو سبک بازی اینا نمی‌بینیم. بنابراین یه مقدار دست ما برای انتخاب حریف تدارکاتی باز هست و البته ما نیاز به حداقل بین 7 تا 8 بازی تدارکاتی خوب داریم. امیدوارم که چنین فضایی برای تیم ملی فراهم بشه. خیلی متشکرم از توضیحات.